تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه ما خیلی ساده و فشرده و روان و قطره ای تفسیر میگیم. به جزء 20 سوره قصص آیه 40 رسیدیم. بشنوید. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فرعون دید عصا مار شد، دید کف دست سفید شد، استدلال های موسی رو دید، لجبازی کرد، باز به مردم گفت من پروردگار عالی شما هستم، غیر از خودم سراغ ندارم. چون دست از تکبرش بر نداشت، فاخذناه و جنوده، ما فرعون را با لشکرش گرفتیم، فنبذناه و فلیم، پرتش کردیم. نبذ با دالزال یعنی یه چیز پستی که دور میندازن، چیزای پستی که دور میندازن میگن نبذ. فنبذناه و فلیم، اینها رو مثل یه توفاله پرت کردیم به دریا. فنظر، با عبرت بنگرید عاقبت ظالمین چی میشه. کیفرهای الهی مخصوص به قیامت نیست، تو همین دنیا خدا خوار میکنه، ذلیل میکنه. سرانجام تکبر ذلت فرعون کذایی باید غرق بشه. به حوادث تاریخی با دیده عبرت بنگریم. فنظر، ستمگاران سرنوشتی مشترک دارن، یعنی اگر تو هم مثل او متکبر بودی، تو هم مثل او گرفتار میشی. ما با فرعون پدرکشتگی و با شما پسرخواندگی نداریم. هر که او راهو بره به اونجا به اون نتیجه میرسه. کمان که اگر کسی نیکوکار بود کذالکن از ظلم حسنین، اگر کسی مؤمن بود کذالکن اون ظلم آمنین. یعنی خوبان را این گونه پاداش میدیم و هر که مثل اونها خوب شه، اون لطفی که به اونها کردیم به شما میکنیم. بدان را این گونه نابود میکنیم و تحقیر میکنیم و خوار میکنیم. هر کس مثل اونها شد غرق میشه. نگاه کن عاقبت ظالمین، مهم عاقبته. ممکنه چند روزی باد به پرچمشو بخوره و یک کری فری جلوه ای جلالی جبروتی داشته باشن، اما نگاه کن عاقبت چی میشن. فنظر کیفتان عاقبتون. آیه 41 رو بشنوید. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. ما این فرعونیان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دعوت میکنن و در قیامت هیچ یاری نخواهند شد. در قرآن کلمه ائمه مکرر اومده، ائمتا یهدون به امرنا، ائمتا یدعون الی النار. امام نار، امام نور. بعضی رهبران مردم را به حق دعوت میکنن، ائمتا یهدون به امرنا. بعضی مردم را به جهنم دعوت میکنن، ائمتا یدعون الی النار. امام نار، امام نور. و فرعون از امام نار هست، چون در جای دیگه هم داریم که سوره هود آیه 98 میفرماد که یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار. روز قیامت یارانشو میبره، اوردهم النار، فرعون نار به جهنم میبره. در قیامت هر کسی دنبال او رهبری که در دنیا انتخاب کرده، اگر رهبر حق در دنیا انتخاب کرد دنبال رهبر حق میرود، به بهش میرسه. اگر رهبر منحرف انتخاب کرد فأوردهم النار، به جهنم میره. خب تبلیغات مستکبرین در واقع دعوت به دوزخه. و بعد میگه لا ینصرون. این مستکبرینی که در دنیا لشکر دارن و جنود دارن و دنگ و فنگ دارن، اونجا لا ینصرون، اونجا هیچ یکی از ادعا و ادها به دردشون نمیخوره، بیکس و بیار خواهند شد. بریم آیه 42. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامت هم
من المقبوحین، در همین دنیا لعنت بدرقشون شد. اتبعن هم به تبع در بردیم اینها رو، در همین دنیا بدرقه اونها لعنت شد. در دنیا هر کسی فرعون گفت خدا لعنتش کند. در مقابل اون دعای حضرت ابراهیم واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، حضرت ابراهیم میگه خدا یه جوری میکن که در تاریخ ذکر خیر من بشه. گاهی افراد در تاریخ ذکر خیرشون میشه و گاهی افراد در تاریخ ذکر شرشون میشه. میگه و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، مربوط به قیامت هم نیست، در همین دنیا مردم لعنت میکنن. قیامت چی؟ و یوم القیامت من المقبوحین، روز قیامت هم از زشت چهرگان خواهند بود. خب نفرین بر ظالم حتی بعد از نابودیش هم لازمه، اصلا ابو لهب نیست، ولی ما میگیم تبت یدو ابی لهب. ما باید اینو بگیم به خاطر که این تفکر ابو لهبی، چون ابو لهب با اینکه عمو پیغمبر بود کارشکن نمیکه. تبت یدو ابی لهب یعنی مرگ بر کارشکنان، کسانی که در مقابل چهرهای حق کارشکن نمیکنن. ابو لهب یه پوست و گوش بیشتر نیست، اما این مرگ باید بگیم اصلا نه پوستی نه گوشتی. ابو لهب به درک واصل شد، نابود شد، الان استخوناش هم خاک شده. اما ما باید بگیم تبت یدا، این روحیه در ما زنده بمونه. کسی که در دنیا کارش زشته قیامت هم زشت رو است. من یوم القیامت هم من المقبوحین، روز قیامت از افراد زشت چهره هستن، چون کار زشت دنیا زشت چهرگی قیامت داره. آیه 43 بشنوید. ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. همانا ما موسی را همراه با کتاب فرستادیم بعد از آنی که قرون قبلی را هلاک کردیم، نسل‌های پیشین را نابود کردیم. فرعون غرق شد، یارانش غرق شدن، ما به موسی تورات دادیم، بصائر للناس، تا این کتاب آسمانی به مردم بصیرت بده، هدایت کنه، و هدن و رحمتن. کتاب آسمانی سبب بصیرت است، سبب هدایت است، وسیله رحمت است. لعلهم یتذکرون، تا شاید مردم متذکر بشون. بصائر جمع بصیرت معنی بینش و آگاهیه، کمان که ابصار جمع بصر معنی چشمه، ابصار جمع چشمه، بصر بصائر جمع بصیرته، یعنی ما به اونها حکمت و بصیرت دادیم. وقتی طاغوتیان شکست میخورن اهلکن القرون، قرون الاولا، وقتی نسل پیشین به خاطر جنتشون نابود میشن، بستر برای کار فرهنگی باز میشه. پایان کار مستکبرین هلاکته. دینداری باید بر اساس بصیرت باشه، بر اساس دینهای تقلیدی، موسمی، موضعی، بدون دلیل فایده نداره. بصیرتن، من کتاب آسمانی فرستادم تا مردم با بصیرت دین را پیدا کنن، و کتاب آسمانی وسیله بصیرته. وقتی بصیرت پیدا کرد به هدایت میرسه، به هدایت که رسید به رحمت میرسه. خب لعلهم یتذکرون، بازم مردم مجبور نیستن، ممکنه کتاب آسمانی هم ببینن، وسیله بصیرت و رحمت هم باشه، اما اینها لجباز بشن. ولذا انسان آزاده، شاید اینها متذکر شن، شاید هم همه معجزات رو ببینن بازم متذکر نشه. یکی میگه لعلهم یتذکرون، یعنی انبیا و کتب آسمانی مردم اجبار نمی کنن. ما هدایت میکنیم، وسیلهشو میفرستیم، اما حالا نمیخواد قبول کنه، لجاجت میکنه، اختیار به خودشه. لعلهم یتذکرون. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما را از لجوجان، اهل عناد و لجاجت قرار نده. قلب سلیمی به ما بده که هر جا منطق و عقل بود بپذیریم و بی خود در مقابل راه حق شاخشونه نکشیم و در برابر جبه حق خودمون جبه را نندازیم به هر اسمی باشه. السلام علیکم و رحمت الله.